با سلام و درود خدمت هممیهنان گرامی، زنان و مردان ایران زمین، کارگران و زحمتکشان، معلمان و بازنشستگان، دختران و زنانی که در صف اول مبارزات ایران هستند برای رسیدن به آزادی و داد و برای زندگی بهتر، همه کسانی که در ایران تحت ستم زندگی می کنند، به خصوص خانواده های زندانیان سیاسی و قتل عام شدگان رژیم اسلامی، خود زندانیان سیاسی که به دلیل دفاع از حقوق مردم و برای آزادی مردم ایران و آگاهی مردم ایران تلاش کردند و هیچ کاری به جز گفتگو، صحبت و یا نهایتاً انتشار نظر خودشون در یک تلگرام یا اینستاگرام یا وبسایت نداشتند، ولی متاسفانه به چنگ رژیم اسلامی گرفتار شدند و در زندانها بدترین رفتار با اون عزیزان میشه و بسیاری از اونها میبینیم که متاسفانه جانشون رو هم از دست میدن. همچنین دلاورانی که در بیرون از زندان با این ملا کرونا و بی‌توجهی‌هایی که رژیم خودش آفریده متاسفانه جان خودشون از دست میدن، انسان‌های فرهیخته‌ای که هر یکی از اونها میتونن یک مرکزی باشن برای آموزش، برای آگاهی و برای نجات مردم، اینکه مردم آزادی خودشون رو درک بکنن، دموکراسی رو بفهمن چی هست، اینکه خودشون رو دادخواه بدونن و از حقوق خودشون دفاع بکنند. همه اینا بخش‌های مختلفی است که اون عزیزانی که به نامردی رژیم به شکل‌های مختلف از درون جامعه ایران حذف میشن، نبودشون کار رو برای کسایی که باقی میمونند سخت‌تر میکنه، چرا که این بار دشوار بی‌فرهنگی، بیمسئولیتی، ترس و ترس آفرینی و همه کارهایی که رژیم میکنه که خودش رو باز هم مستقر بدارد و تنها کسانی که آگاهی پیدا میکنند و در برابر این ستمکاری میستند مورد حمله رژیم به شکلهای مختلف واقع میشن، چه در زندانهای رژیم چه در بیرون زندان. همونطوری که گفتیم با این مثلا بیماری ملا کرونایی که رژیم دامن زده و گسترده کرده و عزیزان زیادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با این بیماری جانشون رو در ایران دارن از دست میدن، چه هزاران هزار توده های مردم که واقعا با ندادن آمار نمیدونیم چند صد هزار نفر و شاید نزدیک به میلیون نفر در ایران دارن از بین میرن، مثل زمان جنگ جهانی اول که به دلیل قحطی و گسترش ویروس ها و بیماری های ناشی از جنگ بیش از 10 میلیون ایرانی جانش را از دست داد، بین سالهای 1910 تا 1917-18 میلادی. و این گرفتاری و رسوایی و قحطی زدگی و مرگ و میر رو الان رژیم داره دوباره در ایران برقرار میکنه، با گرانی وحشتناک، با فساد سازمانیافته و با اینکه امکان دسترسی مردم به منابع بهداشتی و منابع زندگی رو از اونها گرفته و حتی بیمارستان‌ها و کادرهای بیمارستانی در صف اول این مبارزه با رژیم قرار گرفتن ناخواسته و به طور غیر مستقیم و دارن جان خودشون رو از دست میدن و آمار مختلفی هست از کشته شدن بسیاری از ایرانیان، پرستاران، پزشکان و دکترهایی که به خاطر نبودن امکانات بهداشتی حتی در درون بیمارستان ها دارن جان می سپارن. آمار مختلفی هست، هم از 400-500 نفر از کشته شدگان کادرهای درمانی تا چند هزار نفر،
و به دلیل اینکه رژیم هیچ آمار درستی نمیده و عمدن دامن زده به این شرایط، ما میبینیم که مردم ایران نمیتونن که آمار دقیقی از این وضعیت داشته باشن و تلاش میکنن که از کانالهای مختلف حداقل همدیگر رو چک بکنن. همینطوری که در هفته گذشته هم پرداختیم، همین هفته کسانی مثل علیرضای جباری با نام هنری آذرنگ که نویسنده، شاعر و مترجم بود و در صف کارگران و دفاع از حقوق برابر و حقوق بشر و دموکراسی در ایران بود، یکی از اعضای کانون نویسندگان بود، از یاران اتحاد دموکراسی خواهان بود و همچنین با کارگران سندیکالیست ها نزدیکترین رابطه ها رو داشت، همین هفته قبل جان سپرد. و همچنین دکتر محمد ملکی که خب خیلی ها ایشون رو میشناسن، که ایشون هم باز به همین ترتیب به دلیل بیماری هایی که داشتند به بیمارستان مراجعه کرده بودند، به دلیل آلودگی های بیمارستانی هم جناب جباری و هم آقای ملکی درگیر میشن و عملا با کرونا جانشون رو از دست میدن. این عزیزان ما سنگرهای مبارزه آزادی خواهی، دادخواهی بودند که با ایستادگی خودشون گروههایی از مردم رو به هر حال آگاه میکردند، شجاعت میدادند، گفتگو میکردند، به طرف همبستگی و همکاری برای نجات از شرایط فعلی راهگشایی میکردند. به جز این عزیزان، خب میبینیم که ده ها نفر رو در طول هفته رژیم داده به زندان ها، بیدادگاه ها و بازداشتگاه های خودش میبره که صداهای دادخواهی رو خفه کنه، چرا که از قیام های بزرگ میلیونی مردم، گرسنگان، ناراضیان، عصبانی ها، سهام باختگان، مال باختگان میترسه. کیوان صمیمی هم یکی از این دلاوران است، یک سردبیر، یک نویسنده، یک خبرنگار، یک انسان شریف که در 72 سالگی رژیم دوباره او رو به یک زندان 3 ساله میخواد ببره. ایشون رو در دادسرای اوین بازداشت کردند و جهت اجرای حکم ظالمانه، به چه جرمی؟ فقط ایشون رفته بوده میدان بهارستان حدود 1.5 سال پیش و در مراسم اول ماه می که کارگران سندیکالیست شرکت واحد و دانشجویان و سندیکایی ها و بازنشستگان دیگری هم همراه اونها شده بودند حضور یافته. ایشون اونجا دستگیر کردند، همراه تنی از کارگران و به زندان بردند و بعد حکم 3 سال زندان براش درست کردند و حالا هم که دستگیر کردند ببرن زندان و در زندان اوین. زنان و مردان دلاور دیگری پروژه های مختلفی رو به میدان میارند که نشون بدن در داخل ایران صدای این آزادی خواهان ساکت نمیشه. از جمله یک پروژه‌ای رو همرزمان دیگری مثل آقای دکتر حسن نایب هاشم معرفی کردند. ایشون یکی از فعالین سرشناس حقوق بشر ایران هست و خودشون یک پزشک هستند و این دکتر حسن نایب هاشم سالهاست روی پروژه انتخابات موازی و آزاد به جای انتصابات رژیم اسلامی کار می‌کنند و در صندوق رأی آزاد و دموکراتیک هم با همدیگه چند سال پیش همکاری داشتیم که این به اصطلاح اتفاقات، این تلاش ها تونسته در داخل ایران به هر حال توجه بخشی از مبارزین رو هم به خودش جلب بکنه. کسانی مثل خانم شهلا انتصاری، آقای حشمت تبرزدی، آقای مهدوی فر از کسانی هستند که در کنار هم قرار گرفتند که در صندوق رأی آزاد و دموکراتیک، در صندوق موازی با صندوق حکومتی که شورای نگهبان ندارد
که تاییدی های رژیم رو نمی خواهد، که این رأی رو مردم در اون سایتی که صندوق معرفی می شود از کانال های مختلف به تدریج طی 7 ماه آینده بشناسن این افراد رو، و این حمایت کنندگان نخستین کسانی که از این پروژه میخوان دفاع بکنند که یک مرکز مقاومت دیگه‌ای در مقابل رژیم به وجود بیاد همکاری بکنند. برای اینکه ما متوجه بشیم که این پروژه ها چطوری میتونن اثر بذارن در ضعیف کردن رژیم و پایه های رژیم، بایستی یک بررسی بکنیم که محور اصلی که مردم ایران بر روی آنها می توانند اشتراک نظر و همکاری داشته باشند چی هست؟ می تونه ما رو هدایت بکنه که از چه تاکتیک های مختلفی داریم استفاده می کنیم. یکی از این مسائل اصلی این است که خب رژیم دیکتاتوریه، مخالف حقوق بشره، مخالف آزادیه، توتالیتره، در کوچکترین به اصطلاح بخش‌های زندگی مردم دخالت میکنه، نفوذ میکنه، تروریست هست، غارتگر هست، دزد هست، پارتی بازی هست، و یک رژیمی هستش که به هیچ کدوم از حقوق انسانی، آزادی‌ها و حتی قوانینی که به ظاهر در قانون اساسی خودش هم آورده تن نمیده. خب یکی از راه‌های برگ کناری رژیم و گذر از این رژیم این هست که ما محورهایی که با محورهای رژیم رو در رو هستن رو معرفی بکنیم، اگر که بخوایم ازش گذار بکنیم. یکی آزادی هست و آزادی خواهی، و این آزادی و حقوق مردم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر شناخته شده. پس دفاع از حقوق بشر به طور کامل و بیکم و کاست محوری هست که این محور در مقابل محور رژیم که دیکتاتوری و دخالت در امور زندگی مردم، سانسور، کشتار و ترور روزون هست، دفاع از حقوق مردم و خواهان اجرای بیکم و کاست شدن مفاد و بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از این محورهای اتحاد و همکاری میتونه باشه، مخصوصا در این روزها که یادآور آذرهایی است که در اون آذرها، ماهای آذر، که رژیم ده ها نفر از نویسندگان، خردمندان، انسانهای زحمتکش، کارگران، مدافع حقوق کارگران و آزادی به خصوص این افراد رو هم میخواست بکشه و هم تعدادی از اونها رو هم قتل عام کرد در قتل‌های زنجیره‌ای. کسانی مثل آقای حاجی زاده و فرزندش کارون که همسرش یک مصاحبه بسیار تکان دهنده کرده در این باره بعد از سالها، و کسانی مثل آقای زالزاده که حالا برادرزادش صحبت میکنه که میگه بعد از اینکه ایشون رو ربودن در سال 77 انگوشهای او رو شکسته بودند قبل از اینکه او رو بکشن، و دلاوران دیگهی که از اونها بیشتر یاد شده مثل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، جعفر پوینده نویسنده و مترجم، محمد مختاری شاعر و نویسنده، مجید شریف مترجم و نویسنده همچنین، و ده ها دلاور دیگر که جرمشون فقط تلاش های فرهنگی و نوشتن و گفتگو کردن و انتشار مطالبشون بوده، از جمله پیروز دوانی که تلاش میکرد صدای دیگراندیشان رو در امکانات جزئی که پدید آورده بود یک بولتنهایی درست میکرد، پرینت میکرد و با پست برای برخی از هممیهنان میفرستاد که از جسد ایشون حتی خبری نیست، و خود عوامل رژیم در کشتارشون مستقیما نقش داشتند، کسانی مثل پور محمدی و محسنی اژه‌ای.
و رئیسی، خزعلی، خود خامنه ای و رفسنجانی و کسانی که احکام این ترورها رو فتوا دادن، مثل نوری همدانی، و هنوز هم اینها به همین جنایت ها دارن ادامه میدن. پس در مقابل جنایت ایستادن و اون رو افشا کردن، این هم گام دیگری است در مقابله با رژیم و شناسایی محورهایی که ما رو میتونه با هم متحد بکنه. غارتگری، دروغگویی، ریاکاری، سرکوبگری، آدم ربایی. نمونه همین آقای زم، روح الله زمی که الان حکم اعدامش هم تایید میکنند و او را می رو بایند. و خیلی جالبه که اطلاعات سپاه میگه ما این آدم رو بایی رو کردیم. یا کشتار جوانانی مثل ارسلان در ترکیه که گمنام هستن این جوانان، و سایتی مثل خرافات کده رو داشت به اصطلاح نمایندگی میکرد و مطالب خرافات که رژیم پخش میکنه رو افشا میکرد. با موشک زدن به هواپیمای مسافربری که اون هم از جنایات رژیم است که کمتر رژیم این کارها رو کرده. به همین دلیل تولد 9 سالگی راستین مقدم که از کشته شدگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بوده و عشقای پدرش که تمامی ندارد هم جزء این پرونده جنایت علیه بشریت رژیم می آید. و اینکه الان در سازمان ملل و در کمیسیون حقوق بشر و یا شورای حقوق بشر از طرف برخی از کارشناسان حقوق بشر که در این سازمان هستند، برای اولین بار به دلیل پیگیری‌های بسیار زیاد و تلاش‌هایی که بسیاری از مدافعان حقوق بشر و آزادی‌خواهان ایران کردند، بالاخره این پرونده جنایت رژیم در دهه 60 و امروز داره روی میزها میاد. در همین رابطه به خصوص این جنایت مربوط به هواپیمای اوکراینی، یک فایل صوتی هم منتشر شده که امیدوارم بتونیم بشنویم، در سایت خبرگر هست. این معیاری که ما میخوایم به دست بیاریم یک معیار به اصطلاح تقابل هست، یعنی تمام این جنایت هایی که رژیم میکنه، و یکی دیگه ترفنداش ایجاد شک و شبهه در بین مردم و آزادی خواهان نسبت به همدیگر و نسبت به آزادی خواهان هست، و اینکه عوامل نفوذی خودش رو در درون نیروهای برانداز و آزادی خواه بفرسته و ذهن اونها رو آلوده بکنه و اونها رو از هم دور بکنه و یک اپوزیسیون قلابی خودش رو که از زمان میشه بگیم دوره استمرار طلبان، اصلاح طلبان حکومتی جا زد و به خارج از کشور فرستاد و کماکان با تیپ‌های مختلف هم داره میفرسته رو شناسایی کنیم و تون دام‌ها نیفتیم. این محورها رو اگه ما بعد در مقابلش بیاییم، یعنی اتحاد و همبستگی، تکیه به حقوق بشر و حقوق مردم و آزادی‌ها، عدم درگیر شدن با نیروهای دیگری که اونها هم دارن بر علیه رژیم فعالیت میکنند، و تمام هم مقممون رو برای برکناری رژیم و استقرار یک حکومت آزاد، دموکراتیک، عادلانه و انسانی قرار بدیم. این محورها میتونه که ما رو از عوامل رژیم فاصله بندازه، به خصوص اینکه با همدیگه درگیر نشن اگه نیروهایی واقعا براندازن و گذر از جمهوری اسلامی رو یک وظیفه میدونن برای نجات ایران و جهان. و این معیارها میتونه معیارهای سامانه ملی همبستگی ایرانیان باشه، میتونه سامانه همکاری هایی باشه که افراد با آرزوها و فکرها و تیپ‌های مختلف
اون آرزوها میخوان برسن، ولی همه آرزوشون رو در گام اول نمیارن. گام اول گذار از جمهوری اسلامی هست و استقرار و طرح چگونگی استقرار این حکومت دموکراتیک و آزاد به جای این حکومت توتالیتر، سرکوبگر، استبدادی، قارتگر، دزد، آدمکش از بالاترین مقامش به خود خامنه‌ای هست و ولایت فقیهش و سیستم ولایت فقیه که درست کرده تا پایین ترین مزدورانش که کشتار کردن، ترور کردن، آدم کشتن در داخل کشور، در خارج کشور و الان هم به سرکوبگری و دستگیری عزیزان ما در تمام استانهای کشور ادامه میدن. یه خبری هم در همین آخر دست من رسید که در منطقه فلاحیه و شادگان که در خوزستان هست توسط اطلاعات سپاه 3 برادر و خواهر نوجوان از خانواده آلب و قبیش، عباس و رضا و زهار یا ازهار دستگیر شدند و به شکل آدم ربایی گم شدند. اینم در داخل کشور در منطقه شادگان و هنوز از این عزیزان هیچ خبری نیست، مثل هزاران انسان دیگر که در کردستان و آذربایجان و خوزستان و تهران و اصفهان و کرمان و گیلان و مازندران و سیستان و بلوچستان به خصوص در این مناطقی که ایلیاتی ها و اقوام ایرانی زندگی می کنند جنایت ها بیشتر هست، مقاومت ها بیشتر هست، ولی اطلاع رسانیش هم کمتر. در مجموع ما میتونیم به این نقطه برسیم که ایستادگی در برابر رژیم با اتحاد، همبستگی، همکاری و سعی در شناخت اون اهداف و اینکه نیروهایی که واقعا میخوان براندازی و برکناری رژیم اسلامی رو ببینند بایستی که با هم همکاری بکنند برای براندازی و برکناری و مرحله اینکه آزادی و دموکراسی رو میخوان بنیانگذاری بکنیم رو دائما بخشاشو بگیم، مثل آزادی احزاب، آزادی سندیکاها، آزادی بیان، آزادی حق سفر، برابری کامل زنان و مردان در همه حقوق، برابری کامل حقوق همه ایرانیان در سراسر ایران با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق ایرانی بودن و حق انسان بودن و اینکه سیستمی غیر متمرکز باشه که دوباره از درونش یک دیکتاتوری هیولایی بیرون نیاد و شوراهایی مثل مدیریت گذار، مثل اتحاد دموکراسی خواهان، مثل بخشی از نیروهای سامانه‌های پادشاهی و سامانه‌های همبستگی که پا گرفتند در این زمینه میتونن هرچه بیشتر به همدیگر بپیوندند و این اهداف رو بیشتر مطرح بکنند در داخل کشورم که مردمی که در حد وحشتناک سرکوب هستند ولی باز تلاش میکنند در کنار هم دیگه هستند، از هم نمیپرسند تو چگونه فکر میکنی، بلکه به میدان میان برای آزادی زندانیان سیاسی، برای آزادی احزاب، برای برکناری دزدها و غارتگران، مثل سندیکالیستای نیشکر هفت تپه، مثل سندیکالیستای شرکت واحد، مثل کارگران مختلفی که در جاهای مختلف ایران دارن مبارزه میکنند و با اینکه خودشون زیر فشار هستند، مثل سندیکالیست‌های کارگری، سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه که از روز دانشجو و حقوق دانشجویان و مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری و اتحاد بین همه گروه ها دفاع میکنند. ما هم چاره‌ای نداریم به جز اتحاد، مبارزه برای پیروزی و برکناری رژیم با دست‌های پاک زحمتکشان و زنان و مردان و ایران زمین در سراسر جهان. بدرود.